خوبان، درود بر شما عزیزانم. نمیدونم صحبت‌های اخیر آقای عبدالکریم سروش رو شنیدید یا نه. ایشون باز هم افاضات فرمودن. من کلن با آزادی بیان مشکلی ندارم. هر کس میتونه نظرات خودش و عقاید خودش و دیدگاه‌های خودش رو بیان کنه، از هر زاویه‌ای که میبینه، هر اعتقادی که داره با دیگران در میون بگذاره. ولی با دو چیز جدا مشکل دارم. یک، توهین. دو، نمک پاشیدن بر زخم مردم. این مردم ما، این مردم نجیب، این مردم صبور، این مردم زجر کشیده، این مردم مصیبت دیده، این مردم له شده در خفقان، و اندازه کافی از طرف صدا و سیمای جمهوری اسلامی توهین و تحقیر میشن. دیگه چیزی براش نمیمونه که آقای مهاجرانی و آقای سروش و غیره از این طرف آب نمک ارسال کنن به داخل. من چند سال پیش یک بار باز پاسخ دادم به ایشون در رابطه با اون افاضه‌ای که کرده بودن و خمینی رو با شاهان قبل مقایسه کرده بودن. پاسخ بی‌ادبانه ای هم دریافت کردم. کلن ایشون توهین میکنه به بقیه و اصلا براش مهم نیست. برای منم مهم نیست. ولی این صحبت‌های اخیر ایشون رو باز نتونستم ازش بگذرم. من باز فرازهایی از صحبت ایشون رو پاسخ میدم. امیدوارم که بار سومی دیگه در کار نباشه. تیکه‌هایی از صحبت ایشون رو بشنویم. اما اولین این مناسبت‌ها زلزله مهیب و فاجعه باری است که در کشورهای همسایه ما ترکیه و بعد سوریه رخ داد و تا امروز بیش از 24,000 25,000 تلفات داشته است و متاسفانه پیش بینی می کنند که همچنان اجسادی زیر آوارها مانده است که یکی پس از دیگری بیرون می آورند و لذا شاید این آمار افزونتر و افزونتر شود. به یاد خانواده های داغداری باشیم که عزیزان را از دست داده اند در این هوای سرد در میان برف و سوز و باران و بی سرپناهی که کمک رساندن هم به اونها بسی مشکل است. کمترین کاری که می توانیم بکنیم این است که باز در این روزگار بی وفایی ها وفادار به آدمیت و انسانیت باشیم و از این راه دور چیزی اگر می توانیم که باید بتوانیم و باید بکنیم برای اونها که درمانده اند و نیاز تام و مبرم به کمک ها دارند از دیگران، به خصوص از مسلمانان که با اونها پیوند مذهبی و مرامی هم دارند، هرچه می توانیم به کمک بشتابیم و چیزی بفرستیم. آنچه که موجب تعجب بسیار من است این است که رسانه‌های آمریکا در این زمینه چندان کار نکردند و چندان مهابت این فاجعه رو نشان ندادند، در حالی که کمک‌های آمریکا سیلوار برای اوکراین جاری است، اما اساساً ما خبری و سخنی از جاری شدن کمک‌ها برای این زلزله زدگان ندیدیم و نشنیدیم. مایه تأسف است. ای عزیزان، گویا بار دیگر عبدلی کرده است اظهار نظر. ها؟ کدام عبدل؟ همان عبدالکریم با سر افتاده است در دیگه حلیم. توی کفش دیگران پا کرده است، طبع حالو را شکوفا کرده است. گرچه خورده بر تنش صابون من، سوخته از شعر آتشگون من. گفته بودم ها شیخ عبدالکریم، ای که پاهایت فراتر از گلیم، بعد از این هرگاه گویی حرف نو، قبل گفتن در دهان خود بجو، تا مبادا بار دیگر سو شوی، سوژه شعر من حالو شوی. لیک نشنید و نگشت چارش، توی آغوش خمینی کرده قش. بنده مجبورم به او حالی کنم، باز با شعری نمد مالی کنم.
اولا گوید سخن از زلزله، بر سر همسایه و دارد گله، میخورد افسوس چین دنیای پست، از چه انسان بی تفاوت مانده است. یک نفر پیدا نشد، گوید اوهوی، تو به عمر خود شنیدی نام خوی؟ کرده ای احوال پرسی هیچگاه، از چون این خلق نجیب بی پناه؟ هیچ از احوالشان داری خبر؟ مردم بی خانمان و در به در؟ بچه و ریز و درشت و سالمند توی سرما مانده و جان میدهند. عزیزانی که خواهان تغییر در نظام سیاسی ایران هستید و همه ما هستیم و بنده به جد معتقدم که این نظام احتیاج مبرم دارد که جراحی عظیم و عمیقی بشود. شیخ آمریکا نشین، علامه‌ام، حجت الاسلام بی امامه‌ام، این مریضت با چنین رخسارش، هیچ جراحی نباشد چارش. چون که اون مرده بلا مل فاتحه، تشتش افتاده زبا مل فاتحه، ملت و رازی رفا مالانده است، یک جنازه روی دستت مانده است. فکر کفن و دفن او باشه عزیز، بس کنین رفتار کشدار و مریض. شنیده اید در همین دیروز در واشنگتن در دانشگاه جورج‌تاون جلسه ای بود و چند نفر شرکت کرده بودند که تقریبا بساط رهبری برای ایران پهن کردند و به گمان اینکه نامی در رسانه ها دارند فکر کردند که در دلها هم جایی دارند. یکی از آنها که تا امتحان نداد و سر تا پا برهنه نشد، او رو به درون خانواده هنری نپذیرفتند. این اتیکه ریزغوله رو هم بشنویم. در انقلاب مردم به کسی رو آوردند که یک عمر نماز شب خونده بود، یعنی آقای خمینی. بیشتر آخوندان نیستن، نماز شب نمی کنن. اولندش، ثانیندش، سالسن، سالسندش، ثانیندش، اولند. اولندش از هنر گفتی سخن؟ تو هنر را می شناسی جان من؟ تو هنر را می شناسی ای امو؟ باهی خودتیس یا حوض بگو. رفته ای هرگز به عمرت هیچگاه، گالری، کنسرت، موزه، سینما؟ جان مولا، این هنر پوشیدنی است؟ خوردنی، مالیدنی، نوشیدنی است؟ مثل آهن سفت باشد یا شل است؟ راست خوابیده چجوری قنبل است؟ ثانیندش، شسته ای آیات دهن، چون که از گل شیفته گویی سخن؟ سالسندش، او اگر اوریان شده، از نوک پا تا به سر اوریان شده، با تن خود کرده آنچه کرده است، کی لباس خلق در آورده است. رهبر تو آنکه میخوانی شمام، آنکه میخوانده نماز شب مدام، از ورودش بهمن 57 وعده‌های گنده گنده داد و رفت. جانشینش هم چلاغ ابن قناس، ملتی را کرده لخت و آس و پاس. نایب برحق، جناب رهبری، زیر خط فقر برده کشوری. کولبر یا سوختبر یا گورخواب، اند دستاورد آن عالی جناب. چشم تو از پشت آن عینک ندید، ملتی را لخت و او را ناامید. لیک دیده سینه گلشیفته، سینه سیمینه گلشیفته. با اجازه من افاضه می کنم، رابعن را هم اضافه می کنم. بی خیال قافیه ای دوستان، قرم سبزی گوشت می باید در آن. گوشت یعنی حاصل لب کلام، این که می گوید به تو عالی پیام. ظلم و تبعیضی که در این سالها، رفت بر زنهای ایران ناروا، داد آنها را فراری از وطن، حال نعره می زنی خرده چمن؟ چشم ما عمق هنر را می ستود، چشم تو دنبال لنگ و پاچه بود.
سرب در آن کاسه چشمت بریز، ای 200 لعنت بر آن چشمان هیز. تو اگر خاموش باشی خورده ای، خلق پندارند آیا مرده ای؟ باد میکارید آقای سروش، یا سخن سنجیده گو یا چی؟ خاموش.